همزمان با شدت گرفتن جنگ در افغانستان، کابل اسلام آباد را مقصر تشدید خشونت ها دانسته و به حمایت از گروه های شورشی متهم می سازد. حمدالله محب مشاور امنیت ملی می گوید طالبان جنگ نیابتی پاکستان را در افغانستان به پیش می برد. در همین حال جنرال دیوید پتریوس فرمانده پیشین نیروهای آمریکایی در افغانستان از خروج نظامی آمریکا و احتمال وقوع جنگ داخلی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. پاکستان کشور در همسایگی افغانستان اما متهم به حمایت از گروه‌های شورشی در جنگ. کابل همواره گفته پاکستان با گروه های شورشی در خاکش پناه می دهد و از ناامنی های افغانستان سود می برد. در اینجا هم مشاور امنیت ملی یک بار دیگر پاکستان را به جنگ نیابتی در افغانستان متهم کرد و گفت طالبان این جنگ را به پیش می برند. طالبان در پاکستان پناهگاه های امن دارند. رهبران آنها هم در پاکستان هستند و این موضوع را پاکستانی ها هم رد نکردند. آنها نفوذشان بر طالبان را تایید میکنند و میگویند که رهبران طالبان در پاکستان زندگی میکنند. تداوی زخمی های آنها در پاکستان صورت میگیرد، آنجا مسلح میشوند و ما فکر میکنیم که طالبان جنگ میکنند، در حالی که این یک جنگ نیابتی است. در این حال ریاست جمهوری نیز میگوید روزانه هزاران جنگجوی پاکستانی برای کمک به طالبان وارد افغانستان میشوند و طالبان هنوز هم با سایر گروه های تروریستی از جمله القاعده در ارتباطند. جنرال دیوید پتریوس فرمانده پیشین نیروهای آمریکایی در افغانستان نیز وجود پایگاه های طالبان و سایر گروه های شورشی در پاکستان را برای افغانستان چالش برانگیز می داند. گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی نشان می دهد که طالبان نه تنها ارتباط خود را با القاعده، داعش و سایر سازمان های تروریستی قطع ننموده است، بلکه در کنار هم علیه مردم و نیروهای امنیتی و دفاعی کشور می جنگند. آنان طالبان در پاکستان پناهگاه دارند. یک دلیل این است که رهبری طالبان که آن را شورای کویته میگویند در کویته مرکز بلوچستان جا دارد. یک دلیل همین است که شورای پیشاور وجود دارد. همچنان شبکه حقانی و جنبش اسلامی ازبکستان همه در بخش های قبایلی جنوب فعال هستند. جنرال پتریوس همچنین از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به شیوه فعلی انتقاد کرد و نگرانیش را از احتمال وقوع یک جنگ داخلی دیگر در افغانستان ابراز داشت. من از تصمیم خروج از افغانستان به شیوه فعلی متاسف هستم. می ترسم این باعث یک جنگ داخلی بسیار خشونت بار شود و میلیون ها تن راه مهاجرت را در پیش گیرند. انتقادها از خروج نظامی آمریکا به شیوه فعلی از افغانستان در حال ابراز می شود که بر اساس گزارش ها روند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان 95% تکمیل شده است. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگویی داشتم با رامش سالمی، آگاه مسائل سیاسی. با طرح این سوال که با توجه به وضعیت فعلی در ابتدا برای ما بگویید که وضعیت جنگ و صلح در افغانستان را چگونه ارزیابی میکنید؟ افغانستان در امتداد تاریخ پرفراز و فرودش همواره از اهمیت ژئوپلیتیک خاص برخوردار بوده که این ویژگی در برهه‌های مختلف تاریخ بحران‌های خونین را نیز به ارمغان آورده است. از این رو در 43 سال پسین در افغانستان ما شاهد بحران‌های متعددی بودیم، شاهد چالش روزافزون اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و حتی در 20 سال پسین بدترین جدال اون رو ما تهاجم گروه طالبان را در افغانستان می‌بینیم و همچنان مشکلاتی که ما در عرصه نظامی با طالبان داریم هر روز دارن عمیق‌تر میشن، وضعیت بحران افغانستان را هر روز پیچیده‌تر می‌سازن. همزمان با تشدید جنگ در افغانستان، حمدالله محب مشاور امنیت ملی پاکستان را به جنگ نیابتی در افغانستان متهم ساخته. به نظر شما اسلام آباد با شعله‌ور ساختن آتش جنگ در افغانستان به دنبال چیست؟ من فکر می‌کنم پاکستانی‌ها به دنبال 4 مؤلفه اساسی در افغانستان است. در قدم نخست هنوز هم خط دوران بین افغانستان و پاکستان یک موزل دوامدار و تاریخی هست. حساسیت‌های زیاد در این عرصه وجود دارند. دوم، موضوع
مدیریت ها و بحث مدیریت آب در افغانستان یکی از موضوعات اساسی بین افغانستان و پاکستان است. سومین مورد مورد ترانزیت و تعاملات اقتصادی هست. چهارمین مورد منابع ذخایر استراتژیک که در آسیای میانه وجود دارند و پاکستان نیاز اساسی به این ذخایر استراتژیک در آسیای میانه دارند و از طرف دیگه افغانستان در معبر استراتژیک کشورکشایان تقاطع جاده ابریشم منطقه حائل چهار راه دمدن‌ها قرار دارند. بدون همکاری های افغانستان این منابع نمیتونن به پاکستان انتقال پیدا کنند و حکومت پاکستان در 20 سال پس این تلاش کردند که حاکمیت در افغانستان شکل بگیرند که بتوانند از این طریق به مألوفه‌های اقتصادی، سیاسی و حتی موزل خط دیورند دست پیدا کنند. من فکر میکنم این چهار موضوع یکی از موضوعات بسیار حساس است که در 20 سال پس این ما حمایت گسترده پاکستانی‌ها را از طالبان شاهد بودیم و تا زمانی که دولت افغانستان یک دیپلماسی قدرتمندانه مستقیم را اتخاذ نکنند وارد مباحث اقتصادی، سیاسی، امنیتی و حتی موضوعات خط دوران با پاکستانی ها نشود، دشوار به نظر می رسد که پاکستان دست از هدایت و حمایت گروه طالبان بردارند. بله، و به عنوان آخرین سوال، همزمان با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، یک جنرال پیشین آمریکایی از روند خروج انتقاد کرده و گفته که احتمال جنگ داخلی در افغانستان وجود دارد. آیا بار دیگر تجربه تلخ دهه 90 در افغانستان تکرار خواهد شد؟ اونچه که آقای جنرال پتروس مطرح کردن یک حرف دقیق است و که از سناریوهای پیشروی افغانستان هست. به لحاظ که ما در سالهای 1989 خروج اتحاد جماهیر شوروی و از افغانستان شاهد بودیم و بعد از اون 104 روز حاکمیت سیاسی دکتر نجیب الله از هم پاشید و بحران افغانستان که امروز هم دارن در بیداد میکنن یک از سررشته های اجرایش در اون دار بر میگردن. در کنار گفتگوهای صلح افغانستان، در کنار سناریوهای متعددی که وجود دارن، سناریوی چالش سقوط جنگ داخلی در افغانستان متصور است، ولی هنوز هم حکومت سیاسی افغانستان فرصت های زیادی در این عرصه دارن و میتوانن وزن گفتگوها و مشارکت سیاسی را بیشتر بسازن. اگر طالبان با یک اراده جدی و قاطع با ادامه گفتگوها توافق داشته باشه و دست از هدایت و حمایت گروه هایی که دارن در میدان های نبرد مبارزه میکنن بردارن و در حقیقت ما شاید یک نوع توافق و حتی مشارکت سیاسی خواهیم بود، اما روزها و هفته های آینده مشخص خواهد ساخت که آیا دولت افغانستان به سمت فروپاشی و یا به سمت چالش‌های بیشتر اقتصادی، سیاسی و امنیتی خواهد رفت یا ما به یک مشارکت دوامدار و صلح پایدار دست پیدا کنیم. اما یک از چالش‌هایی که امروز ما با اون مواجه هستیم چالش‌های روزافزون اقتصادی هست که با ازدیاد جنگ در گوشه و کنار افغانستان ما شاهد بیجشتگان و آوارگان داخلی هستیم که وضعیت امنیتی و حتی وضعیت اقتصادی افغانستان را بیشتر تحت تاثیر قرار میدهد و حتی روی گفتگوهای صلح نیز تاثیر گذار هست. گفتگویی بود با رامش سالمی، آگاه مسائل سیاسی، در مورد متهم شدن پاکستان به جنگ نیابتی در افغانستان.